همایشی در حمایت از پاسخ پهبادی و موشکی سپاه پاسداران به رژیم صهیونیستی با حضور افغانستانی‌های مهاجر در مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان گفتند این پاسخ به جبهه مقاومت جان تازه‌ای بخشید و موجب بیداری کشورهای اسلامی شد. همایشی با حضور جمعی از مهاجرین افغانستانی در حمایت از حمله موشکی سپاه پاسداران به رژیم صهیونیستی. مجلس و همایش به دو منظور تقدیر و تشکر و قدردانی از محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران و مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران که در یک اقدام مقتدرانه برای اولین بار در طول تاریخ جنایات رژیم صهیونیستی گنبد آهنین رژیم منحوس را شکستند. شرکت کنندگان در این مراسم این حمله را شگفتی در عصر زمان خود و افتخاری برای جهان اسلام می دانند. واقعا یک شگفتی به وجود آمد. همزمان در همچو زمان در همچو بوره ای جرأت می خواست که به شکر خدا این جرأت جمهوری اسلامی ایران داشت. حمله موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران به قلب رژیم صهیونیستی بسیار یک حرکت افتخار آمیز، مسرت بخش و همچنین نوید بخش بود برای تمامی مسلمانان، مستضعفین و همچنین مؤمنان جهان. حمله ای که به گفته افغانستانی ها حق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خاکش بود و این حمله رژیم صهیونیستی و حامیانش را سر جای خود شانده است. این حمله مشروع است، حق جمهوری اسلامی ایران است. حق جمهوری اسلامی از خود دفاع کند، چون کنسولگری جمهوری اسلامی مربوط به خود جمهوری اسلامی است، به خود کشور میشه، این فکر رو به خود کشور نزد. پس حق دفاع که مشروع انسان باید بزمزد. درس بسیار بزرگ و هشدار بسیار جدی برای تمامی حامیان رژیم غاصب صهیونیستی به حساب میاد این حمله و این حرکت. واقعا یک حرکتی است که آنها را سر جایشان میشانه و باید زودتر از اینها انجام میشد. حمله موشکی و پهپادی که روحیه بخشید به گروهای مقاومت و موجب بیداری کشورهای اسلامی شد. کشورهای قدرتمند تا هنوز نمیدانست که ایران از نظر تسلیحات خیلی پیشرفته، توانمند است، از حق کشورهای مظلوم هم دفاع کنه و از حق خودم بتانه دفاع کنه. دستاورد این حرکت قطعا بسیار عظیم خواهد بود. در قدم اول قلوب داغدار ملت مسلمان فلسطین شادمان شد. آزادگان جهان به این باور رسیدند که بله می شود که گروه های بسیار اندک می تانند گروه های بسیار بزرگی را آسیب برسانند، اونها را به شکست مواجه بسازند. قطعا یک بیداری در سران کشورهای اسلامی ایجاد کرد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.